درود بر شما. با 180 ثانیه چهارشنبه سوم دی ماه همراه ما باشید. علی شریف‌زاده وکیل دادگستری در توییترش خبر داده که سهیل عربی زندانی سیاسی از طریق ویدیو کنفرانس تفهیم اتهام شده است. سهیل عربی در حال گذراندن 7.5 سال دوره محکومیت خود است و اتهام جدید فعالیت تبلیغی علیه نظام می تواند این دوره را طولانی تر کند. به گفته وکیل اتهام او در ارتباط با آگاه ساختن جامعه از شرایط نامطلوب زندان است. انجمن خانواده های جانباختگان پرواز 752 اوکراین با انتشار بیانیه‌ای در آستانه سالگرد سرنگونی این هواپیما اعلام کرد حکومت ایران می‌کوشد با فشار بیشتر بر خانواده ها برای دریافت غرامت رضایت بگیرد و مراسم یادبود قربانیان را مصادره کند. در آغاز این بیانیه آمده است قاتل نمی‌تواند صاحب عزا باشد. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران خانواده های ما را با بیرحمی کشتند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که مقام‌های حکومتی می‌کوشند روایت دلخواه خود را به جامعه بین‌الملل حقنه کنند و بر جنایت خود خاک بپاشند. با وجود اعلام وزیر بهداشت ایران مبنی بر اینکه تاکنون ردپایی از ویروس کرونا جهش یافته در کشور پیدا نشده، مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به قدرت سرایت بسیار بالای نوع جهش یافته ویروس کرونا گفته این احتمال وجود دارد که پیک اخیری که در کشور وجود داشته و شاهد سرایت گسترده‌ای بودیم همین ویروس جهش یافته باشد که از قبل وارد کشور شده است. گروهی از دانش آموزان دبیرستان‌های دخترانه و پسرانه ایزه صبح امروز چهارشنبه در اداره آموزش و پرورش تجمع کرده و با شعار ما امتحان نمیدیم به برگزاری امتحانات حضوری اعتراض کردند. دانش آموزان از طریق کمپین مجازی برگزاری این تجمع را سازماندهی کرده بودند. انصاف نیوز گزارش داده که فائزه هاشمی از بنیانگذاران حزب کارگزاران و نماینده سابق مجلس با نامه به رئیسی رئیس قوه قضاییه به لغو سهمیه 30% استخدام زنان در پست‌های مدیریتی اعتراض کرده است. پارلمان ترکیه مجوز حضور نظامی این کشور در لیبی را برای 18 ماه دیگر تمدید کرد. نمایندگان پارلمان ترکیه ژانویه امسال مجوز 1 ساله حضور ارتش این کشور در لیبی برای حمایت از دولت لیبی در مقابل نیروهای ژنرال خلیفه حفتر را تصویب کرده بودند. اکنون این مجوز برای 1.5 سال دیگر تمدید می شود.